بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. محسن عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت همه شما بخير. خرسند هستم که یک بار دیگر از درس های آنلاین در خدمت خواهران عزیز و برادران ارجمندمون هستیم از مضمون روابط بین الملل در اسلام. امیدوار هستم هر یک شما صحت و سلامت باشین و الله متعال همه ما شما را از این وبای عالمگیر و این مرض مهلک در پناه رحمت خودش داشته باشه. بله عزیزان، ما در ابتدای درس در دو حلقه قبلی در مورد روابط بین الملل در اسلام و اساسات روابط بین الملل صحبت کرده بودیم و تا به اصل هفتم رسیدیم که او عدالت باشه. در این حلقه که درس سوم باشه انشاءالله در مورد اصل هفتم که همان عدالت در روابط بین المللی اسلامی است با هم صحبت میکنیم. بله عزیزان، تا به اصل هفتم رسیده بودیم. ما در درس های اول در اصل در روابط بین الملل با عزیزای خود مطرح کردیم. اگر به یاد داشته باشن در مورد در اصل بسیار مهم و اساسی که دین مبین اسلام و مسلمان ها و دولت اسلامی باید در روابط بین المللی خود این در اصل را نصب العین خود قرار بده و با این در اصل حرکت بکنه که او در اصل شامل کرامت انسانی، وحدت جامعه بشری، تاوان، تسامح، آزادی، التزام به ارزش‌های اخلاقی و این اصل هفتم که امروز ما شما انشاءالله می‌خوانیم او اصل عدالت است که به پیش می‌رویم. عدالت به معناهای گوناگون می‌آید. اولی که در زبان عربی و به تعبیر دینیش گذاشتن هر چیز سر جای خودش، هر چیز را سر جای خودش انجام دادن را به نام عدالت یاد میکنن. عدالت به معنای گذاشتن هر چیز سر جای خودش. خب اینجا اشتباه شده که من اینو تصحیح کنم. بله، گذاشتن هر چیز سر جای خودش را به معنای عدالت میگن. خب معنای دیگری که داره، معمولا عدالت به معنای برابری و مساوات هم تعبیر میشه. خیلی از جاها میگن ما عدالت میخواییم، اما منظورشان از عدالت برابری و مساوات است. اما آیا هر مساوات عدالت است؟ بازی فرق میکنه که نه، هر مساوات عدالت نیست. خب گاهی عدالت در برابر ظلم میآید. مثلا میگن که ما عدالت میخواییم، منظورشان این است که همین ظلمی که بر اینا روا داشته شده اینه میره از بین بردنش به نحوی عدالت میدانند و میخواهند که از همین ظلم و بربریت اینها پایان پیدا بکنند. اما رعایت حقوق هر فرد را که قانون و شریعت حمایت میکند را عمل عدالت پسند میتوان عنوان کرد. یک تعبیر دیگه که میشه حق هر فردی را که او را شریعت اسلامی و قانون او را حمایت کرده، اورمور رعایت کردنشه به یک عمل عدالت محور یا عدالت پسند گفته میتوانیم. خب این تعبیرهایی که از عدالت انجام شده. عدالت در اسلام چگونه است؟ اولی که عدالت متن اسلام و روح اون است. یعنی قرآن کریم آیات فراوانی را در پیشوری ما میگذاره و در هر جای از ما میخواهد که رفتار ما توأم با عدالت باشه. رفتار ما توأم با عدالت باشه. خب مثلا عدالت در عبارت الله متعال، عدالتی است که انسان عادل کسی است که این پرستش ذاتی را پیدا بکنه، آفریدگار را پیدا بکنه، کل لیاقت و شایستگی عبادت را داشته باشه. این ظلم است. این یک حرکت غیر عادلانه و ضد عدالت است که انسان بره به گاو سجده بکنه، به بتی که خودش ساخته، دست ساخته و پرداخته ذهن
تراوش ذهنی خودش هست، به او بره پناه ببره، به سنگ، به چوب، به حیوان، به انسان، به هر چیزی که بوده باشه. مثلا در عبادت عدالت چی است؟ که به جای ظلم، به جای شرک، به طرف توحید و یک تاپرستی انسان رو بکنه. این عدالت است. عدالت انسان چیست در پرستش؟ که کسی عادلانه خویی است که کسی که آفریده او را پرستش بکنه، نه به کسی پناه ببره که او ساخته و پرداختی خودش است. عدالت در خانواده، مثلا حق هر کس را در جای شناختن و رعایت کردن. حق همسر، مثلا یک شوهر چی حق بالای خانم داره، یک خانم چی حق بالای شوهر داره، تا حد امکان رعایت از او و به او تمکین کردن، او را عملی کردن، به او توجه داشتن، به او به عنوان یک امر و فریضه الهی نظر کردن. حالا دوتا مرد و زن منظور است. عدالت با فرزندا، خب الله متعال فرزند دختر و پسر نصیب کرده، تبعیض نکردن عدالت است، تبعیض کردن ظلم است. بین دختر و پسر فرق نگذاشتن در غذا، در لباس، در تعلیمات، در تحصیلات، در تفریح، حتی در محبت دادن، در نوع تعامل و سلوک، که اونها احساس تفاوت نکنند. ولو که ممکن یک کس دخترش بیشتر از پسرش دوست داشته باشه، ولی در عمل کردش چنان نشان نده که او پسرش متوجه شود که خواهر من بیشتر از من دوست داره. او یک محبت قلبی جداست، با او محاسبه نمیشیم، ولی در عمل کرد ما محاسبه میشیم. نهایت تلاش کنیم که با اونها یکسان رسیدگی صورت بگیر. این عدالت مثلا در سوره مبارکه یوسف، یکی از فلسفه و حکمت های سوره امی است، که امی موضوع خانوادگی که بسیار مهم است برای ما بازتاب میده. عدالت در اجتماعی است که حق هر کس را سر جای خودش شناختن، پدر در جای خودش، مادر در جای خودش، خاله در جای خودش، عمه در جای خودش، فامیلا در هر کس جایگاه خودش داره، به قدر جایگاه و منزلتش باید مورد حرمت قرار بگیره و قدر شناخته شود، منزلت شناخته شود. این عدالت است. در جامعه همسایه حق داره و باید حقش رعایت شود، تلاش شود و کوشش شود که همسایه حق و حقوقش باید رعایت شود. تلاش به این شود که کاری انجام نشه که آرامش از او برهم بخوره، حقش ضایع شود مثلا، یا توسط ما اذیت شود. عدالتی است که امو آرامش باید حفظ شود، حق کو بالای ما داره که در شریعت گفته شده او باید رعایت شود. این عدالت است. بنان عدالت متن اسلام است، عدالت روح اسلام است. در هیچ جای ما نداریم در اوجه، در تعامل، در نحوه رفتار، در خانواده، در اجتماع، حتی در نظام سیاسی. اگر نظام عادل نباشه، یکی از مبنای مشروعیت نظام است که عادل باشه. و بطور که گفته میشه از دلیل رو دلون هم میگه که نظام با کفر بقا پیدا میکنه، با ظلم بقا پیدا نمیکنه. یک نظام اسلامی با شاخصه عدالت شناخته میشه. اگر عدالت نداشت هیچی نداره، ولو که برقای سرخ و سبز و سفید را بلند بکنن، ولی اگر عدالت نبود در عمل کردش، او نظام نظام اسلامی نیست. ولو که آیات قرآن کریم را، شعرهای اسلامی را با آب طلا بنویسیم، فایده نداره. ولو که در رأسش خلیفه دو مسلمان ها عمر باشه، ولی اگر عادل نباشه، عدالت نباشه، چیزی به نام اسلام وجود نداره. شما هزار بار جمهوری اسلامی و امارت اسلامی و نمیدونم دولت اسلامی و خلافت اسلامی و ملوکیت اسلامی و هر چیز شعار بدین، اینا فایده نداره. چرا ما نظام سیاسی در اسلام نام مشخص نداره؟ گاهی امارت داریم، باز خلافت داریم، گاهی مثلا نظام شاهی داریم، اینطوری ما تعدد داریم. مبنای مشروعیت نظام سیاسی در اسلام عدالت است. شما نامش هر چی بگذارید، هیچ نامش اسلامی نگذارید، دولت افغانستان بگذارین، دولت سعودی بگذارین، خلاص، حکومت سعودی بگذارین، حکومت افغانستان بگذارین، هر طوری که دوست دارین، دستگاه اداری سیاسی بگذارین، خلاص، نام سفید سیاه بگذارین، پروانه میکنن. اما جان گپیست که در او عدالت وجود داشته باشه. عدالت وجود نداشته باشه، شما هر چه شعار بتین و درد نمیخوره.
یکی از دانشمندهای غربی است، میگه مسلمان ها یک مدتی ده سکوت بکنن، کفایت میکنه سر و صدا و پروپاگاندی که مطرح میکنن. کی نمیشناسه که اسلام دین عدالت نیست؟ اما آیا مسلمان عادل است؟ کی نمیشناسه که اسلام دین حق نیست؟ ولی آیا مسلمان بر حق است؟ کی نمیشناسه که اسلام دین اخلاق نیست؟ آیا مسلمان با اخلاق است؟ کی نمیشناسه که اسلام دین علم نیست؟ آیا مسلمان عالم است؟ سوالی است. کی نمیشناسه که اسلام دین تسامح و همزیستی است؟ آیا مسلمان تسامح و روحی همزیستی را داره؟ کی نمیشناسه که اسلام دین خلاف تبعیض است؟ آیا مسلمان متعصب نیست؟ واقعیت همیست. یعنی این به خاطر عنوان کردیم که در کل قاموس نظام سیاسی اسلام عدالت محور است. اگر ما امروز عمر میگیم، به خاطر که عادل بوده دیگه. عمر چی تفاوتی با سایر صحابه داره؟ هیچ تفاوتی نداره، همه یاران پیامبر بودن. ولی مشخصی نظام، چرا نمیگم نظام ابوبکر، چرا نمیگم نظام عثمان، چرا نمیگم نظام علی؟ اینا هم خوب بودن، ولی نه، حضرت عمر عدالت تامین میکنه دیگه. یعنی حتی در همه صحابه در زمان خلافا راشدین، یعنی زیادتر در زمان حضرت عمر بوده. یا عمر ثانی، یا کسی میایه مثلا حضرت عمر ثانی برش میگه که ما امشب ما با شما مهمان هستم، حضرت عمر ثانی قبول میکنه و او مهمان را با خود نگاه میکنه. بعد میگه می کار حکومتی را خلاص بکنم، با دوات و رنگ و پر نوشته میکرد. وقت مکتوب مکاتیب خلاص میشه، نوشته میشه، بعد میگه حالا به خدمت خود تسلیم بفرمایید. او آدم وقتی صحبت شروع میکنه میبینه کار شخصی داره، کار شخصی داره، اما لامپی که وجود داره یا چراغی که وجود داره او را خاموش میکنه، پف میکنه، خاموش میکنه. این مرد میگه چرا خاموش کردی؟ میگه این تیلش، روغنش از بیت المال است و کار خود کار شخصی است، کار شخصی است، کار دوستانه است، اومدی با ما صحبت کنی، در کار شخصی از مال بیت المال نباید استفاده کرد. اون آقا ایران میمونه که سبحان الله. خب یک کسی فرزندش دره میزنه به خاطر عدالت، از کی میه فرزند خودش و پای میز محاکمه میکشانه؟ عدالت از دیگه. قاضی شریح قاضی است، قاضی مسلمان هاست. حضرت علی رضی الله عنه خلیفه مسلمان هاست. یک یهودی یافته مثلا زری حضرت علی پیش یک یهودی دیده شده، حالا که دزدی کرده، که پیدا کرده، هر کاری کرده، پیش از او پیدا شده. حضرت علی برش میگه برای یهودی که شمشیر مرا بده، زری مرا بده، میگه این مال تو نیست، مال خودم است. نشانی ها را می قبول میکنن. بالاخره میرن به محکمه. قاضی شریح، قاضی القضات، مرجع عدلی و قضایی خلافت علی است رضی الله عنه. وقتی که میره واسه تعلیم میگه استاد چه اینجا؟ خب چی میخوای؟ از تعلیم میگه مارز است. خب چی میگی؟ بفرما نرستا بگو. امی اسما بود زری پیش از این آقا یهودی پیدا شد، حالا نمیتن. یهودی میگه که این مال علی است، میگه نه، علی بی خود میکنه، اشتباه میکنه، این مال خودم است، اما به جا دعوا میکنه. از تعلی خلیفه است و پیش قاضی القضات استاده میشه. در خیال بشر امروز میره که آقای غنی بروه در پیشوری قاضی استاد چه جواب بده. سبحان الله. نه بشه تشریفاتش که شعار بده، نه عملی. حضرت علی را میگه که مال توست، میگه بله شاهد داری؟ میگه بله شاهد دارم. کیست شاهد؟ میگه حسن و حسین. میگه نه، شاهد اونا در حق خود قبول نیست از لحاظ شرعی. غیر از اینا کس دیگه شهادت میده که مال توست؟ میگه والا کس دیگه شاهد نبوده دیگه. خب مال ماست، ما که دروغ نمیگی. دروغ میگه نمیگی، اما اسناد و مدارک داده نمیتونی بنان بنفع یهودی فیصله میکنه قاضی شریح. حضرت علی میگه درسته. وقت حرکت میکنه، این یهودی حیران میمونه که عجیب دینی، قاضی خلیفه مسلمان ها مامورش است که مسئول دستگاه عدلی و قضایی مسلمان هاست. خب و این زریر هم که ما یافتیم یا گرفتیم مال از امی علیست، خوب میفهمم، ولی ببینی قضاوت عادلانه را. ما یهودی در حالی که ما اشد دشمن شدید این هاستیم، ولی فیصله میکنه. بید چی میگه؟ میگه که ای باید از جای دیگه الهام گرفته شده باشه، او اسلام است، او دین است. سبحان الله، میه مسلمان میشه. باید ما زیاد داریم این معیارها را، زیاد داریم که عدالت باید تطبیق شود. یک زنی آمد
گفت که از دامر در بازار میگشت، دید که یک زن اونجا تگدی میکنه، گدایی میکنه. پرسان که چرا در این ضعیفی و مسفیدی در حالی که سرت سفید شد آمدید گدایی میکنی، ضعیف ازی کمرت چنگ شد؟ گفت ما جزیه میتونم، مجبور است مورا پیدا کنم، دیگه از کجا کنم؟ خلیفه مسلمان ها از من میگیره. هشکای است و من ریخت. گفت چی کسی از تو جزیه میگیره؟ و بیت المال هدایت به مسئول گفت که تا زمانی که مادر زنده است مکمل مصارف شبته و کل و خوراک و پوشاک و ادویه و همیشه از بیت المال مسلمان ها بده. چرا؟ تا که جوان بوده جزیه داده، ولی ما مسئول هستیم که تا پایان زندگی زیر بیمه کنیم. سبحان الله، این شعار است مگر؟ شعار نیست دیگر، عمل است. گریه میکنه که خدایا مرا به این خاطر فردای حشر محاسبه نکنی. حالا چیزی که بسیار مهم است با جریان های اسلامی و کسایی که شعار میتن همیست، مسلمان ها متاسفانه دوست دارن که به گذشتهاشون افتخار بکنن، متاسفانه، ولی هیچ زمان نمیخوان که به او عمل کنن. ما امتی هستیم که به گذشته خود افتخار میکنیم، به گذشته خود، به حال خود تاسف میخوریم و به آینده خودم مایوس ناامید هستیم. این از ویژگی های این امت است. به گذشته افتخار میکنه، عمر داشتیم، ولی چرا امروز عمر نمیشوی؟ در زندگی شخصی هر مسلمان داخل شو گندهایی را میبینی که ایران میمونی. سبحان الله، اصلا چیزی به نام عدالت نیست. اما خوب عالم است، کارشناس ارشد مسائل اسلامی، در زندگیش داخل شو و از خانمش پرسان که باز برات میگه که چی بی‌عدالتی هایی که آقا نمیکنه، با برادرش صحبت نمیکنه، با خواهرش قطع رابطه کرده، با همسایش رابطه خوب نداره، در تعاملاتش سود وجود داره، قاضی مسلمان، شیخ بزرگ سود میگیره و ده ها عامل دیگه در زندگی من مسلمان پیدا میشه که آدم ایران میمونه که خب وقتی که صحبت میکنه به به فکر میکنی که حضرت عمر آمده صحبت میکنه، ولی آیا ما چنان که مینماییم هستیم؟ این سوال است. قل اعملوا فسیر الله عملکم. وقتی قرآن میگه خدا پیغمبر مؤمنان منتظر عمل کرده شما هستن، زیاد نگوین چه عمل میکنی بسیار مهم است. آیا در زندگی عملی شما اسلام تمثیل میشوه؟ اگر میشوه مسلمان این دیگه. محمد خود کتابی داره، آیا ما مسلمان هستیم؟ آیا ما مسلمان هستیم؟ مگر نیستیم؟ اونجا میگه نه نیستیم. تنها خواندن کلمه که باعث اسلام آوردن یک فرد نمیشه، و تقاضاهایی داره کلمه. ایمان خوب باز خواسته هایی داره دیگه. تنها خوب امی اقرار کردن نیست، عمل به جواره هم معنایش چیست؟ که در هر جا آیا معیار دین است یا نه؟ یه عدالت است. یعنی من میخواستم این رو مطرح کنم که امروز آیا این واژه قشنگ عدالت در زندگی ما مسلمان ها دیده میشه یا نمیشه. این بسیار مهم است که چقدر ما در زندگی خود توأم با عدالت رفتار میکنیم. این حرفا شاید خیلی تند باشه، ولی واقعیت زندگی ما مسلمان ها همیست، واقعیت زندگی ما مسلمان ها همیست. خب این در هیچ جای قرآن کریم نیامده که در اون جا حتی در برابر کفر، در برابر شرک، در برابر الحاد، در برابر دشمنی که به خون ما تشنه است، در برابر امو هم بی‌عدالتی نکنی، در برابر امو هم بی‌عدالتی نکنی. اگر قضاوت میکنی، اگر حکم میکنی، دین از اون رو مد نظر نگیری، مخلوقی و تعاملش رو مد نظر نگیری. مگر امروز در دستگاه عدلی و قضایی ما هر کسی کار میکنه دین نمیفهمه؟ اگر نفهمه خب خود قانون رو نمیفهمه دیگه. چیزی که بسیار مهم است امروز در زندگی مسلمان ها رخت بربسته و رفته عدالت است دیگه. عدالت با خانواده، عدالت با همسایه، عدالت با اجتماع، در هر جایی که هستیم آیا عادلانه رفتار میکنیم؟ اینطور نیست. نه والله، اگر زندگی هر یکی ما را مورد مطالعه قرار بده، واسه ما درک میکنیم که نه اصلا چیزی به نام اسلام وجود نداره. اسلام فقط یک شعار است. بعضی عملکردهای اسلامی در جامعه ما عرف شده، فرهنگ شده. نماز خواندن فرهنگ است،
ولی آیا ما حق یتیم نمی خوریم؟ آیا منکر انجام نمیتیم؟ آیا نماز به معنای واقعی کلمه حرف زدن با خداست؟ راز و نیاز کردن با خداست؟ چارج معنوی است؟ تزکیه نفس است یا نه؟ قرآن می کسی که نماز میخوانه فساد نمیکنه. نماز مانی ارتکاب فساد است. آیا واقعا چنین است؟ آیا وقتی ما از نماز بیرون میشیم یک حالت معنوی می آید؟ آیا ما از نماز خود لذت می بریم؟ آیا نماز در تغییر ساختار سلوک انحرافی ما نقش داره؟ طبعا اینها بسیار مهمه. بنان عدالت روح اسلام است. عدالت روح اسلام است. تمامی انبیای الهی، فلسفه بعثت همه انبیای الهی تأمین عدالت است. تأمین عدالت از حضرت آدم تا حضرت خاتم علیهم السلام وظیفهشان تطبیق عدالت است. پیامبر آمدن که جلوی ظلم گرفتن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد دید که یک بی‌عدالتی کلان نیست، که نه تنها تبعیض بین پسر و دختر وجود داره که دختر خود زنده به گور میکنه. اسلام آمد، پیامبر گرامی اسلام آمد با این فلسفه مبارزه کرد که اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال صيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هشت بار قسم که چنین میکنیم که چنان میکنیم. عظمت خدا یاد میکنه. آفتاب که تاریک کرده میشه، آسمان که شگافته میشه، برها که منفجر میشه، چنین میشه چنان میشه. خب قسم به روز که ما این کارها رو میکنیم، به قدرتی که کارها رو میکنه، خب چی میشه آخرش؟ خبرش ایست که از دخترک های زنده به گور شده پرسان میشه که چرا شما کشته شدید؟ مگر خدا نمیدونه؟ تأکید است، بیم دادن است، تخویف است که الله پرسان میکنه که چرا کشته شدید. خیلی مسئله مهم است. همین یکم هر بی‌عدالتی دیگری که بوده، مثلا یک بی‌عدالتی بود که بنی تمیم خوب بود بنی قیس نه، بنی هاشم خوب بود و نمیفهم بنی قینقاع نه. اسلام آمد چرا، چه شده؟ همین شما از یک عدالتی نیست. از لحاظ نگاه عدالت محور است که همین شما یکیست. از یک مردی به نام آدم و زنی به نام حوا خلق شدید. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفوا. خب قبیله و قوم و زبان و احساسات و عواطف به خاطر معرفت حاصل کردن است، نه به خاطر تفاخر، به خاطر تعارف است. لتعارفوا. خب حالا برتر ما کیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برترین شما پیشگاه خداوند متعال کیست؟ با تقواترین شما. ملاک تقواست. سفید بودن، سیاه بودن، مرد بودن، زن بودن یه افتخار نیست. رمز قوت مرد بودن نیست. رمز پذیرش به پیشگاه خدا مرد بودن نیست، زن بودن نیست، سیاه بودن نیست، سفید بودن نیست، عرب بودن نیست، عجم بودن نیست، پشتون بودن نیست، تاجیک بودن نیست، شرقی و غربی بودن نیست. خب چیست تقوا؟ هر کسی تقوا اختیار کرد به پیشگاه خدا پذیرفته شد، منظور شد، مقبول شد، تمام شد. ولی آیا در زندگی ما مسلمان ها اینطور است؟ نه، اینطور نیست. برعکس عزیز. آیا وقتی عادلان حرکت کردن فلسفه بستن بیا الهی همی بود دیگه؟ کل پیامبران الهی آمدن تا عدالت تأمین شود، ظلم و استبداد به ساتش برچیده شود. پیامبران خدا با افراد عادی هم نمی جنگیده. پیامبران خدا با ظالمای بزرگ بزرگ گنده گنده به اصطلاح می رفتن مبارزه می کردن. ابراهیم علیه السلام رفت سراغ نمرود، حالا که به حسابت می رسم، چرا ظلم می کنی؟ تو ظالمی، تو فاسدی، تو جور می تی مردم. موسی علی نبی علیه السلام مأمور شد که برو به دهن فرعون بزن. اذهب الی فرعون انه طغى. برو که فرعون سرکشی میکنه و داد فرعون برس. نگو برو چهار تا آدم های کلانی که در اونجا هست اونا رو اصلاح کن. نگو برو فرعون اصلاح کن. فرعون اصلاح کن. نماد ظلم و استبداد و خودکامگی و ضد عدالت فرعون است. پادشاه مصر اونو نگذار، به دهنش بزن. اذهب الی فرعون انه طغى.
برو با فرعون مبارزه کن. هر پیامبری که آمده، اصحاب کهف و اولیای خدا، دعوتگران موحد، نرفتن بابا چهار تا آدم های عادی سر به گریبان شون، رفتن گبر پادشاه را اصلاح کنن، با حکومت جنگیدن، رسمیدن. حرف ساده نیست. چرا؟ به خاطر که فلسفه بعثت همه انبیا تأمین عدالت است، عدالتی که خدا میگه دیگه، اون نه عقل تراوش ذهنی بشر باشه هر چی خواست باز بکنه، نه، عدالتی که خدا میگه. قرآن میگه اعدلو شما عدالت بکنید، که میگه که نزدیک بعد تقواست، عدالت بکنید که عدالت به تقوا نزدیک است و اقرب للتقوا میآید. خب عدالت بکنید، چرا؟ به خاطری که به تقوا نزدیک است، به تقوا نزدیک است، بسیار مهم است. تقوا عدالت است، خلاص عدالت کردید، تقوا را اختیار کرد. حرف دیگر، قرآن میفرماید ای بنده های ما بر خود لازم کردیم عدالت را، ما بر خود عدالت را، یا عبادی اینی کتبت العدل علی نفسی فلا تظالمو. قرآن میگه ای بندگان من عدالت را بر خود واجب کردم، پس شما به دیگر ظلم نکنید. به دیگر ظلم نکنید. چرا؟ وقتی ما بالای خود الزامی کردیم عدالت را که عدالت میکنم، شما بر نفستان ظلم نکنید دیگر. در جای دیگری در هنگام قضاوت میفرماید دشمنی با گروه شما را وادار نکنه که عدالت ترک کنید، عدالت کنید، به پرهیزگاری نزدیکتر است. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، بله اعدلوا هو اقرب للتقوا. همراه یک قوم دشمنی داریم، خب اما انگامی که قضاوت میکنیم یا با اونها تعامل میکنیم، باز به خاطر که ما با اونها مشکل داشتیم عدد زیر پا نکنیم دیگه. دمو حالت هم که با یک قومی که با اون درگیری هستیم پیرامونشان قضاوت میکنیم، عدالت در نظر بگیریم. دشمنی با اونها، گذشته تاریک با اونها باعث نشه که پیشوری چشم ما رو بگیره، عدالت را داشته باشیم دیگه. حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفت که اگر فاطمه بنت محمد دزدی بکنه دستش قطع میکنه. چرا فاطمه را مثال داد؟ علما میگن که رسول گرامی اسلام دخترش زیاد دوست داشت، همیشه به خصوص فاطمه را میگفت پاره تنم است، این نور دیدیم است. فاطمه را میگفت رضی الله عنها سید النساء اهل الجنه، سرور زنان بهشت است. سرور چیزی که زنهای بهشت است، فاطمه سرورشان است رضی الله عنها. به خاطری که فاطمه را زیاد دوست داره، هیچ کسی از فاطمه کرده به پیامبر محبوب نیست در عالم اسباب، در انسان ها. خب فاطمه را زیاد دوست داره، خب وقتی فاطمه را دستش قطع میکنه، دست ما را که قطع میکنه دیگه، خلاص. وقتی فاطمه در پیش پیغمبر مجرم شوه، دستش قطع میشه، خب هر کس دیگه باشه دستش قطع میشه دیگه. میبینین عدالت را؟ ببینین ای فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم رضی الله عنها، مواظب باشی که دختر رسول الله بودن تو را بهشت میبره، عملت است که تو را بهشت میبره، تو باید عمل صالح انجام بدی. عدالت را ببینید. اونجا گفته شد این قبر خانه عمل است نه خانه نسب. خیلی خوب، لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوموا الناس بالقسط. با تحقیق ما فرستادیم پیامبرا را، فرستاده ها را، با ادله روشن با آنها کتاب و ترازوی عدل نازل کرد تا در بین مردم به عدالت حکم بکنه. بله، فلسفه فرستادن پیامبرا تأمین عدالت است در نظام حکومتی. احادیثی هم در این باره هست، من مشا مع الظالم فقط خرج من الاسلام، کسی که همراه ظالم همکار شد، حرکت کرد، در پلوی ظالم قرار گرفت، اسلام خارج شد. ببینید نماز هم بخونه، روزه هم بگیره، زکات هم بده، حج هم بره، عالم دین هم باشه، ولی هم در کنار ظلم قرار گرفت، عدالت رو نقض کرد.
خلاص اینجا حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چرا ظلم با اسلام یک جا نمی شود؟ مثل که شرک با توحید یک جا نمی شود. خلاص مشرک شدی با توحید ودا کردی، موحد شدی با شرک ودا کردی، تمام. همراه ظالم رفتی، خب همراه عادل نیستی دیگه. و ظالم دشمن خداست. ظلم تاریکی از تاریکی های روز قیامت است. با فلسفه دین مخالف شدی. پیامبر آمده که عدالت رو تأمین کنه، تو در برابر همراه ظالم رفتی یک جا شدی. اگر در برابر ظالم نمیتونی بیستی، به صورت ظالم کوفته نمیتونی، در پهلوی ظالم خود استاد نشو ظالم، و ظالم خود کف ندن، تشویق نکن، بیاد پهلوی انسان استاده شو کو. اگر جرأت مبارزه با ظلم را نداری، در صف ظالم استاد نشو، این طرف بیا، در صف بین البین بیا. اگر در صف مبارزین بر ضد ظلم استاد نمیشی، یک جای گوشه برو، دست صف ظالم استاد نشو که خدا دوست نداره. خیلی خوب، امروزه در آلای حرفایی که گفتیم در رابطه به ملت چه تأثیر داره؟ بله، دولت مسلمان ها ظالم نمی شود. در تمام روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگیش بر اساس عدالت حرکت می کنه. بر اساس عدالت حرکت می کنه. ظالم نمی شود، ظلم نمی کنه. بر یک کشور تجاوز نمی کنه، مال از او نمی بره، زمینش غصب نمی کنه، ملتش نمی کشه، نفتش دزدی نمی کنه، سرنوشت او کشور به تباهی نمی بره. رابطش توأم با عدالت است. عدالت چی؟ وارد گفتگو میشه، وارد مذاکره میشه، بدهی بستان میکنه، آب میته نفت میگیره، کارگر میته کار میگیره، چیزی میگیره چیزی میته، با قناعت میخره، تفاهم میکنه، با ظلم نمیره. حالا او مسلمان است، اون نمیدونم چیست، نه، قرار نیست که امرش ظلم صورت بگیره. اما دولت مسلمان ها در تمامی روابطش عدالت محور حرکت بکنه. تو ام ببینه عدالت چیست دارم اینجا. عدالت چیست؟ حق از او چی میشه؟ حقش رو بده. کشورهای امروز چی است؟ برعکس متاسفانه. امروز روابط بین الملل مبناش بر اساس ظلم است. هر جا که حکومت رو که امریکا تایید کرد، اونمو حکومت درست است. هر جایی که امریکا پلیس جهانیش رفت، در اوجا خیمه زد، بر گرده ملت ها تکیه کرد، اونم حکومت مشروست. هر حکومت که امریکای حمایت نکردن، اونم مشروست. مگر این ظلم نیست؟ در مصر مسلمان ها مبارزه کردن، انتخابات شد، ملت مصر رفت، یک حافظ قرآن، یک عالم دین، یک پروفسور سیاست را من شخصیت برامان مرسی از جمهور تعیین کرد. حالا ای که مسلمان بود و حافظ بود، بحث ارزشیش برای ما مسلمان ها مهم است، خب این سر جای خودش میذاریم. امین مرسی یک انسان، خدای نخواست انسان بد، امین ملت مصر رفت، امین انسان بد را رئیس جمهور خود انتخاب کرد، تمام. عدالت چی بود؟ میگذاشن 5 سال حکومت خود تمام میکرد، بعدش دوباره انتخابات میشد، ملت باز قضاوت میکرد که اگر امین آدم خوب کرده بود باز میرفتن حمایت میکردن، اگر نکرده بود میرفتن خب کس دیگر انتخاب میکردن. 33 سال یک نظام ظالم حسن مبارک ادامه پیدا میکنه. یک انسان ظالم، فاسد، زانی، هر طوری که شما میخواین، تماما صفات قبیحه او بود، او تحمل میشه. چرا امریکا حمایتش میکنه؟ اسرائیل حمایتش میکنه؟ ظلم از دیگه. همین ملت به جان آمده کس برای خدایی آقای کمپیره ببرین دیگه، ولی 5 سال به یک نفر دیگه باز اجازه نمیتن. این ظلم نیست؟ 10,000 نفر مثلا در یک هفته کشته میشه، کشته شود. در مسجد چند صد نفر یک جا سوختاندن در قاهره. مسلمان ها رفت، آفتاب گن بود، ماه رمضان بود، همه رفتن مسجد، همه مسجد یک جا ترسدن، اطفال، زنان، کودکان، همه سوختن. دیگه عدالت از دیگه، عدالت آمریکایی، عدالت غربی، همیز دیگه. امروز در روابط بین الملل ظلم است. بر سوریه حمله شده، ایران اونجا می جنگه، روسیه می جنگه. ملت سوریه میگه که ما همین کمونیست بعثیره به نام بشار نمیخوایم،
اگر میره دوست دارین به کشور خودتان ببرید، ما نمیخوایم میره. پدرش سالها حکومت کرد، ظلم کرد، کشت، برد، حالا فرزندش تا پایان عمر میخواد رهبری کشور باشه. دور کنین این فساد. اول گفتن که ما اصلاحات میخواییم، وقتی به اصلاحات تن نداد نظام فاسد، گفت ما اسقاط نظام میخواییم. خب مردم سوریه کشورشان از خاکشان از سرنوشتشان از خودشان میفهمن. روسیه چرا اونجا میره بد میکنه، تجاوز میکنه؟ ایران چرا لشکر کشی میکنه؟ و میلیون ها انسان کشته شد، زنهایشان فروخته شد به کشورها، مورد تجاوز قرار گرفت، اطفالشان، خانه هاشان ویران شد. 100 سال دیگه سوریه و پای خود استاد شده نمیتونه، کاملا به یک مخروبه تبدیل شد. عرض شهرها به مخروبه ترین شهر دنیا مبدل شد به خاطر که یک نظام فاسد بمانه. همینطوری دیگه امروز در روابط بین الملل چی است؟ منافع. اگر منافع ما در ظلم بود، همون ظلم تشویق میکنه، اگر نبود نه. قدرت های ستمگر با هم چی کردن؟ سازش کردن دیگه. اسلام روابط با ملت دولت ها را بر اساس رعایت عدالت میداند، در هیچ حالت نقض آن را بر نمیداند. اسلام اینطور نیست. اسلام این میخواهد که عدالت باید تامین شود. باید یک قدرت بلند شود برای غربی ها بوی که شما ظالم هستید. عراق را شما به خاک و خون کشاندید، سوریه را شما به خاک و خون کشاندید، افغانستان را شما به خاک و خون کشاندید. تمام بحران امروز در ساخت امین است. شما آمدید بر نفت ما، بر امکانات ما، بر همه داشته های مادی و معنی ما، شما آمدید اینجا زانو زدید دیگه. در روابط بین الملل معیار عدالت است. کشوری که متجاوز است باید گفت متجاوزی، تو ظالمی، تو ظلم کردی، تو حق طرفی کردی، باید کنار بروی. و کشوری که مظلوم است باید در پالیز استاده شوی، او را حمایت کنی، او ظالم را تحریم کنی. آیا امروز همین طور است؟ نه. اسرائیل غاصب چی نمیخواه که نمیکنه. هر روز بر ملت فلسطین خمپارهای بم را میریزن، تفلک ها را میکشن، بزرگترین مسجد مسلمان ها را اسیر کرده، حتی نمیگذاره که درک از نماز اونجا خوانده شد. خب میاد پایتختش یک جای منازعی ده میسازه. غربی ها میگن که مخ ترامپ یک انسان روانی میاد تصمیم میگیره. از جدی بسیار مهم است که در اصل عدالت معنایش همین است. مسلمان عدالت را دوست داره، به خاطر عدالت تأمینش مبارزه میکنه. هر جا ظلم شد اگر مسلمان خشم نگرفت، احساساتش جریحه‌دار نشد، بلند نشد، فریاد نزد، صدا بلند نکرد، بفهمید که مسلمان نیست. تمام. اینجا پیغمبر علیه السلام گفت دیگه بزرگترین جهاد چیست؟ گفتن سخن حق در برابر پادشاه ظالم. صدا که میتونی بلند شو، با زبان بگو. اگر با دست نمیتونی منکرم منع کنی، با زبان که بگو ظالمی. این کار خلاف ارزش هاست، خلاف قانون است. بلند شو دیگه، با زبان که بگو. همین اگر روزی بر مسلمان ها رسید که حتی با زبان توانایی گفتن حق را نداشتن، که خلاص دیگه، تباه شد امت، رفت. 1000 تا مسجد بسازن در قریتان به درد میخوره که منبری که او صدای حق بلند نشه، قلمی که او به حق ننویسه، زبانی که به حق جاری نشه، در برابر ظلم استاد نشه و سکوت بکنه دیگه. خب چی 1000 رکعت نماز شما در روز بخونید؟ نظام ظالم است، ظالم است دیگه. نه، باید او را استاد کرد. مسلمانی که ظالم است او را باید گفت برادر تو ظالمی. سکوت و این به اصطلاح سفید نمایی کردن رای حل نیست. در روابط بین الملل تماما روابط باید بر اساس عدالت باشه. ما یک دولتیم، برای تو هم یک دولتی. وقتی معاهده امضا میکنیم، حالا دولت کوچک باشه، 1 میلیون نفوذ داشته باشه، بر ما واجب است که طبق عدالت اسلامی همین است که چیزی که گفتی عمل کن. تمام. در هر بخشی در زندگی اسلامی، در حیات اسلامی، عدالت یک اصل است. اصل 8 معامله بالمثل است. این اصل منشعب از اصل عدالت است. این از معامله بالمثل هم خواسته عدالت است. این مسیحیت نیست که یک کسی یک سیلی به صورتت زد،
روی دیگه تم دار بده و یک سلی دیگه هم بزن. نه، سلی زد سلی بروش بزن. کسی دندان کسی در جامعه اسلامی شکستان دندانش بشکنانه، بینی کسی را شکستان بینیش بشکنانه، گوش کسی را برید گوش ببرید، دست کسی را قطع کرد دستش قطع کنه، کسی را کشت بکشین. چرا؟ معامله برمیست معناش همیست، عدالتی را حکم میکنه. تو بناحق قامل دندان یک انسان شکستان دی، دندان باید شکستان ده شده اگر اول از دندان زیبایی محروم کرد، زیبایی تو هم از بین بر، دندان تو هم باید بشکنه. تو چه حق داری به یک انسان را مورد ظلم قرار بدی؟ عمل بالمثل معناش ایست، طرف مقابل ظلم میکنه، او با تو با تانگ و همه امکانات حمله میکنه، تو قرار نشسته هستی والا ما صلح میخوایم جنگ نمیخوایم، غلط میکنی، اشتباه میکنی. قرآن هم میگه که وعد الله مستطعت من قوم، معناش همیست علف نس هست، آماده باش هست. تو آمادگی های دفاع تا بگیر، نباید خود تجاوز بکنی، نظام تا بساز، امکانات تا بساز، با پای خود استاد چو پیش بین باش، هر کسی حمله کرد جواب شه بده. عدالت همیست، یک کسی که منطق نداره، یعنی به زور منطق نمی آید، به منطق زور می آید، در مقابل از چی کنی دیگه؟ او به حرف نمیشه، به مذاکره نمیشه، به دیپلماسی نمیشه، به گفتگو نمیشه و به مشترکات قناعت نمیکنه، استاده نمیشه. خب چی میکنی دیگه؟ تو هر قر انسانو ای که تو خوبی با کسی کاری نداری مگر دیگرها دیوانن با تو کار؟ بله، دیگرها دیوانن با تو کار دارن. ما خونه رفتیم تجاوز کردیم، خب دیگرها مگر دیوانه هستن تجاوز میکنن؟ بله میان دیگه. با قول یکی از اندیشمندا گفت تا زمانی که شما به فکر واشنگتن نباشین، اونا به فکر کابل هستن دیگه. همه طور است. تو به فکر اسرائیل نباش، ولی اسرائیل به فکر کابل است. تا زمانی که تو به اون فکر نکردی، اینجا عمیق قسم وضعیت داره. باید به این فکر باشیم. اما بالمثل معناش ایست که عدالت امید ایجاب میکنه که طرف مقابل تحریم کرد، تحریمش کو. طرف مقابل معاهده را نقض کرد، نقضش کو. او تا معاهده را 6 بند داشت، بند اول دومش نقض کرده، او نقض کرده، تو نقض نکردی. نه والله او نقض هم کرده، ما نقض نمیکنیم، تو اشتباه میکنی، بی خود میکنی، نقض کن تو هم. همال بر مثل امیر میگه آب میدادی نفت میداد، حالا نفت نمیده، خیر آب خدا دادیز برو، نه بندش کن، یک قدر برش نتی. همال بر مثل امیر میگه او نمیفهمه، متوجه ساختی که نقض کردی معاهده را، شروط گذاشته بودیم نشد، حمله به مصر بکن، به مرز مسلمان ها حمله شد، تفاهم وجود داره، ما با هم به مرز هم دیگر حمله نمی کنیم، نه زمینی نه هوایی، از مرز ما شما هیچ زمان مورد حمله قرار نمی گیرید، طرف مقابل حمله می کنه، می فلسطینی ها رو می کشه، ما نشسته هستیم، نه ما والله جنگ را نمی خواهیم، اسلام دین صلح هست، نه اینجا اسلام دین جنگ است، بزن به صورتش. حمله به مصر معنایش همیست که ایره باید ما داشته باشیم، یعنی این منشأ از اصل عدالت است، معنای اصل انجام سزای عمل متقابل است. عمل بر مثل چی معنا؟ انجام سزای عمل متقابل. بله، او مستحق چیست؟ عمل بر مثل امیده میگه آنی باشه و به میزان عمل طرف مقابل باشه. بله، تو نیک زیاد و 10% قوه را به کار تو 70% ببری، نه 10% 10%. بله، خب معنا شمین میشه، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید با مردم چنان معامله کن که دوست داری با تو معامله کنن. بله، با مردم قسم معامله کن. دوست داری که کشورت اشغال شوه؟ نه، پس کشورت اشغال نکن. دوست داری که شهروندات کشته شوه؟ نه، پس شهروندات دیگر را نکش. دوست داری که طرف مقابل فعالیت های استخباراتی در کشورت داشته باشن، نفاق بندازن، تشدد و پراگندگی رو بندازن، مردم تو برام قوم، زبان، مذهب، جغرافیا و رنگ و نژاد جدا کنن؟ نه، تو هم کارو نکن دیگه. وقتی کو جلوی کارا رو میگه، تو هم جلوی کارا رو بگیر. پیامبر اصلا میگه که چنان با مردم معامله کن که دوست داری با تو معامله کنن. از دولت مقابل چی میخوای؟ امنیت تامین کنن؟ بله، یعنی هیچ زمان عمل را انجام ده که امنیتت را به اصطلاح به چالش بکشه، تو هم امنیت دیگران را به چالش نکشه. خیلی خوب، رعایت این اصل در حالت جنگ بیشتر مورد نظر است، معامله بالمثل این در انگام جنگ است، در انگام
روابط عادی خو طبیعی که مناسبات نیک دو طرفه خو همه قسم که اونا پابند هستن، ما هم پابند هستیم. فقط در حالت بمر ای اصل میتونه که اعتدال را حفظ بکنه، ای حفظ بکنه. خب راحت این اصل در حالت جنگ، بله در حالت جنگ بیشتر ای میفته. خب معاملی بالمثل در حالت جنگ است. طرف مقابل فالتو استخباراتی داره، تو هم فالتو استخباراتی بکن. فالتو نظامی داره، فالتو نظامی. فالتو فرهنگی داره، فالتو فرهنگی. بدیل باید باشه، مثلش باید حرکت کنی. دشمن سه خط پیش است، ما باید متوجهش باشیم و مراقبش. اما بالمثل معنایش ایست. اما در بعض جواب واسه می آید که عمل بالمثل درست نیست. مثلا در هنگامی که در جنگ باشه، مثلا مسلح کردن، اونا بر کشته مسلمان ها دوا می زنن، او خراب میشه، مثلا می پنده می پوسه، ما این کارا نمی کنیم، دفنشان می کنیم، تسلیمشان می کنیم. اونا مثلا بریش مسلمان توهین کردن، به دهنش پاره کردن، دهنش مثلا صورتش بد صورتش کردن، ما این کارا باز با اجسادشان نمی کنیم. اونها با اسیرای ما تعامل غیر انسانی هستن، هنگام تحقیق بکنن برهنشان میکنن، یک سردگیش میاندازه، اذیتشان میکنن، باز ما این کارا نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ما اون اصل کرامت بشری و اصل اخلاقی التزام به اخلاق اسلامی در اصلهای قبلی خواندیم که باز او رعایت میکنیم، باز او اینا فرق میکنه. اما در اون موارد دیگه که خدمت شما گفتم اونجا هستیم. خب چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایه که ما هم نبی رحم، انا نبی چی میگه، انا نبی المرحمه و انا نبی الملحمه، ما هم پیامبر رحمت هستم و هم پیامبر جنگ. در اون جایی که گفتگو و منطق و انسانیت است، بله از ما بهتر و برتر کسی نیست، ما پیش قدمی. اگر صلح کردن من جنه و لسر و فجنه الله، اگر صلح کردن ما بیشتر میدهیم طرف صلح، ولی اگر باز حرف تجاوز داشتن، باز ما دفاعی مشروع خود ما را، دفع سیال ما را داریم. خیلی خوب، چیز دیگری که مهم است در رابطه بین الملل، این یک اصل است دیگر، آرمانی نیست که نه مادر نیست، اسلام همین ها را مد نظر میگیره، واقعگرای یک اصل است. اصل نهم، اسلام دنبال صلح است، وفا به عهد است. وفا به عهد معناش است که خود معاهده، توافقنامه، پیمان، کنوانسیون، پروتکل، هر چی که شما برش میگید، این امینا به خاطر همیست که کشورها نقص نکنن پیمانشان، مطمئن شان، اطمینان بدن به کشورها. یک دوم دیگه، پیمان شکنی صورت نگیره، نقص نشه، جنگ در جامعه شکل، در میان دولت‌ها شکل نگیره. از این جهت چیزی که بسیار مهم است، اسلام دنبال صلح است و این امر بدون رعایت معاهدات امنیتی ممکن نیست. وقتی که این معاهده امضا میشه، دولت اسلامی تا زمانی که او طرف در رابطه به ملل نقص نکرده، ما نقص نمیکنیم. در قرآن کریم وفا به عهد عنوان به عنوان یک امر ایمانی آمده، و اوفو بالعقود. خیلی از جا قرآن کریم میگه که شما به عهدتان وفا کنید و عهد شکنی نکنید. خب عامل اصلی جنگ هم چی است؟ نقض این معاهده است. اسلام در تمامی روابط خود، معاهداتی که امضا کرده، تفاهم‌نامه‌هایی که امضا کرده، با کل از او پابند است. تا زمانی که طرف مقابل نقص نکنه، طرف نقص نمیکنه، ولو که ضرری هم متوجه مسلمان ها باشه. ما مثلا آب را با نفت میخواستیم مبادله کنیم، ما را دیده میشه که نفت ارزان است و آب قیمت، مثال همطور میشه دیگه، یا نفت قیمت است آب ارزان. حالا او وقت هم برابر بود، حالا فرق میکنه. نه، دولت اسلامی نمیتونه که نقص کنه، وعده کرده باید باشون تا اون زمان مشخص باید رعایت شه. خب عامل اصلی جنگ هم همیست، دولت اسلامی معاهده به هیچ زمان نقص نمیکنه، تا یک طرف مقابل نقص نکنه. ناقض معاهدات غادر گفته شده، غدر کننده گفته شده. پیامبر علیه السلام در روز قیامت به سورین هر غدر کننده که معاهده را نقض میکنه یک بیرق زده میشه، و بزرگترین بیرق هم بیرق کی است؟ هر خائنی را در روز قیامت پرچم است، اما بزرگترین پرچم خیانت از آن فرماندهی عمومی است. اما کسی که در رأس است، بازو بزرگترین بیرق از اوست.
صدا میکنن که این می آدم خدر کرده بود. و این در اسلام یک امر مذمومه است. امروز ببینیم چقدر نقص میشه. عامل تباهی کشورها همه است که بر تعهداتشان عمل نمیکنند. در رابطه با ملل اسلامی وفا به عهد یک اصل است. سفیر ده نمیکشم. سفارت از بین نمیبرم. درست؟ ولی که دولت جنگ هم باشه. تا آخرین لحظه تلاش میکنم که جان سفیرت باید محفوظ بمانه. همین رقم در کشور خودت. تجاوز نمیکنم. و اینی هم کاری ها را می داشته باشم دارم. تا زمانی طرف مقابل نقد نکنن دولت اسلامی مکلف است که همین ها را رعایت بفرماید. تا درس دیگر که باز هم در خدمت شما قرار می گیریم، هر یک شما را به الله متعال می سپارم. خداوند یار و امراهتان. الله حافظ.